خبر و گزارش‌های 29 مهر رمان شالوگل خواجه از استودیوی مرکزی رادیو زودی معرفی میکنم امروز در برنامه. شرکت‌های نقلیاتی تاجیکستان سعی دارند رفت و آمد زمینی نقلیاتی مسافربر به توشکند و از توشکند به روسیه و دیگر کشورها را راه اندازی کنند. در نقشه‌ها هست که آینده خط‌سیروی تاشکند به سمرقند بخارا آینده ده از همین автовокзали аз экспресс шаҳри Душанбе кушода шавад. Падари Али Бедакӣ иддао дорад, ки дар бораи ҳамлаи маргбори писараш иттилоъ надоштааст. Ва додгоҳ даъвои зани ҳиҷобпӯшро қисман пуштибонӣ кард, вале шаҳрдории Бишкекро дубора кор гирифтан намехоҳад. او برای دفاع خود دلیل‌های زیاد را پیش می‌آورد و این حقی است. هر چیزی می‌خواهد بگذار بگوید. تنها همین را می‌توانم بگویم که او تلاش دارد خود را حمایت کند. مرکزی هواشناسی تاجیکستان هشدار می‌دهد که از شام امروز یعنی 29 می بادی افغانی وارد قلمرو کشور می‌شود. به قول هواشناسان خاک بارشی که از سمت افغانستان به تاجیکستان می‌آید تا آخر هفته ادامه خواهد کرد. هرچند آمدن خاک باد در فصل تابستان برای تاجیکستان حالت فوق‌العاده نیست، اما بون در نظر داشت روزداری مسلمانان کشور این وضع می‌تواند در زندگی بیشتر ساکنان مناطق جنوبی و مرکزی اثرات نامطلوب بگذارد. در پی چنین هوا معمولاً بیماری‌های تنگ نفسی، فشار و قلب اوج می‌گیرد. زمین گرمی هوا آبشوی پیرخ را تیزانده روزی گذشته سبب آمدن سیل و ترما در حدود نویه جرگتولی سابق شد. در این نواره که میبینید سیل و ترما پیش دریای سرخوب را در نویه لخش برای چند ساعت بست و یک قسمی روحی بین المللی میان تاجیکستان و قرغیزستان را ویران کرد. هرچند پیش دریای سرخوب تا اندازه باز شده است، اما تقریبا نیم کیلومتری شهر را زیر آب قرار دارد. کمیته حالات اضطراری میگوید حال حاضر کارمندان برای رفع عاقبت این آفت طبیعی دست به کارند. یک شرکت مسافربر میخواهد تو چند ماه دیگر حرکت автобус را از تاجیکستان به ازبکستان برهموند. مسئولین این شرکت میگویند سفر با این نوع نقلیات به مراتب ارزانتر بوده، روایی ساکنان دو کشور را آسان خواهد کرد. هرچند بعد از توقف 25 ساله ماه گذشته پروازی هوایی میان دوشنبه و توشکند راه اندازی شد، ولی بنابر گرانی نرخ چیپتا مسافران زیاد نیستند. برادی صوفی موضوع را ادامه میدهد. شرکت ایشن اکسپرس ترمینال مذاکرات را برای آغاز حرکت مسافربرها از تاجیکستان به قلمرو ازبکستان شروع کرده است و میخواهد تا تیرماه امسال ساکنان را به شهرهای تاشکند و سمرقند و بخارا ببرد. مسئولین این شرکت در ضمن با مسئولان سفارت ازبکستان در دوشنبه ملاقات انجام داده منتظر پاسخ رسمی تاشکند هستند. در نقشه ها هست که آینده خط سیروی تاشکند ба Самарқанд Бухоро оянда да аз ҳамин автовокзали аз экспресс шаҳри Душанбе кушода шавад. Тавофуқи ибтидоӣ ҳосил шудааст, ки мусофирон дар терминали Asian Express Terminal дар Душанбе барои сафар ба Узбакистон номнавис шуда, нусхаи шиносномаи худро медиҳанд. Сипас ба таври гурӯҳӣ ба онҳо визаи сафар дода мешавад. اگر چنین پیشنهاد تصدیق گردد، ارزش سفر از دوشنبه به شهرهای ازبکستان به مراتب ارزان از خدمات هواپیمایی خواهد بود. حوزه در شهر دوشنبه با خطر دوشنبه توشکان با سمالیات کشودند، اما متاسفانه خیلی نرخ از قیمت تر است. در ماهی گذشته شرکت هوایی ازبکستان هوای یولاری نخستین پروازهای خود را در مسیر تاشکند دوشنبه و برعکس را شروع کرد. باید شرکت تاجیکستانی سامون ایر نیز در این مسیر پروازهای خود را آغاز نماید. اما مقامات تاجیکستان گفتند که حالا این بازار برای یک شرکت کافی است. مسئولان ایشن اکسپرس ترمینال گفتند که باز شدن راه مسافربرها از تاجیکستان به حدود ازبکستان راه تا روسیه را نیز نزدیکتر میکند. حال حاضر این شرکت با چند شهرهای روسیه و قزاقستان از دوشنبه مسافر میکشوند. برنامه رو با گزارش از تاجیکستان ادامه میدیم. پدر علی بیدکی مظفر دولت فخیران از زندان رها گردید. علاءالدین دولت ملقب به علی بیدکی سال 2011 در حمله به کاروان ماشین های وزارت دفاع و کشتن 25 سرباز در نویه رشت متهم شده ضمن عملیات کشته شده بود. در پی این حادثه مظفر دولت برای خبر ندادن به مقامات و پسر دیگری او حسنالدین دولت وکیل حزب منشوده نهضت اسلامی در نویه رشت با اتهام
تامینی گروه های مسلحی غیر قانونی پشتی پنجره رفتند. در برای سالهای محبوسیش مظفر دولتف به همکارمون میرزا نبی خلق‌زاد قصه کرد. این چند سال چهل گذشت و چگونه شما پیدا کرد با این سن سال خوردگی وزنین بود؟ همال گفتم که همی خیل انا اول یاد جو شو بکنم دیگه میشه دیگه. آه مرحبا ازود گفتم. همچه من در قرم در یاد جو گفتم که همچه در همون زندان خوبه انا کمیته سای مصفید هم که دنها شوی نمونا من مثال دوجه من که چندین سوشی داره دختر نمیخیرم فقط یک بار نمیم چی قصاش دیم اک پنج اکول گرفتم تمام دیگه من از سلامتیم شکایت نکردم در همون جا هم همین خیلی نقض حیاتمون میگذشت که آخه یکم عذاب که نبود امک جان حسنی دین بعد از بازداشتی علاوی دین با محبس کشیدن یا که پیش از باید باید در دوشنبه که ای واقع شد چی واقع شد؟ همین داخل می بچه ها را چی کردن شد آنا این نزده همی سنتیبر ایو و پیرون نزده همی سنتیبر ای واقع می شود اوائی مثال پیش ایده هم رفته بود همین روزای ده همی یوزده هم بیرد چی میرن نزده هم بعد ای چی می شود ای واقع می شود باید در دوشنبه بود دیگه نبود با علاویدین شد شما درک داشته که چی واقع شد و چرا این خیلی با میگون که اکا قد چی خیزم نداشت و قد چی هم نداشتم آنا که چی میشد استرو میشد گفتا هم یارد بعد همجا اوغوزا پان شد که این همی خیلی در چین در کمارون در یا موشین زدیان همین چند سال در تی خیمر داری گرفتن برفتیان شما از همی شما حالی گفتید که برای اونکه شما خبر نداده اید شما را به حبس کشیده شما واقعا خبر نداشتید یا نه نه باش نه دیدم که انا خیل انا چی شده این همه در همه جا آوردن وقتی که می پرونه شو من درار نداشتم پگاهی رفتم غرم همه بوجه هم همه جا آمده او چکر داشتم بو گشت اومدم بعد پتنه که مزفر نایی پتنه که همه جا بود برفت همه جا آواز تیر می شوه در بچه همسایه هم میگه که همه جا انا سردت ها مشق دارن مقامات سعودی میگوید که شما خبر ندادید درباره فعالیت این گروه هایی که سلاح به دست بودند در اینجا و برای همین شما را با همین سطح اول روز مکران اول با همین سطح روز چه خیلی بود همین آنا او خیلی خیلی مثال دیا خونه بودیم آنا دیاگون مسیحات و دیاگون گف شما نمیشتیم دیاگون گف شما نمیدونیم که اینو چی خور میکنن استرو میکنن اینا اونان علاویدین هم به شما مسیحات هم نمیکرد نه 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 یک وقت خب میگون که بعد هم یک وقت گفت که با کشتانی تن احتیاط کن حالی که به آزادی برومده چی زندگیتون چی خیلی گذاشته ایستاد از این دوره پیری خدمات هالو میگه که ای بنده تو غم نخوی غم خورد منم در این جوان ها جوان یارد منم خدمات هالو روز زشته تو دای همه خاکی اکی مثال تحقیق با کتگاری نیو باشی نیو نیکی وقتی همین روز مگذاشته سوزای نگاه بین این نبیره ها فرزنده ها این نبیره هایی که از علاوی دین ماندن از حسن دین حال هستن اینا همش میگم که 22 هستن 22 همین آی نبیره تا زنک ها تا مردک ها تا چی ها این ها بچه همون در اسی های دو سوشید پر سو در اید قربون دو خلطا ها در پر مپرسون در همین دنیا و تیجی امانی باشد روز میگذارن رو میاریم به قرغیزستان. یک زن در قرغیزستان ادعا دارد که او را برای حجاب پوشیش از کار راندند. دادگاه بیشکک هم دعوای این زن را قسمان پذیرفت و کردهنده را برای پرداخت تاوان موظف کرد. ولی جانب مخاطب ادعای سابق کارمندش را به اساس خوانده دلیل های خود را پیش می آورد. چون و چرا این موضوع در گزارش نوبتی ما. سهیل مدنبکوه سال هفتم است که حجاب می پوشد و به جای کاری نوش هم با روی سری رفت. با گفته ای سهیل همه مشکلاتش بعدی آن شروع شد که با وظیفه رهبری دستگاه شهرداری بیشکک نفری نل تعیین شد. Приходит новый руководитель аппарата, приглашает меня к себе в кабинет и задает вопросы. بعد یک سال رهبری نوی دستگاه به سری وظیفه آمد و مرا به اتاق کاریش دعوت کرد. ضمن صحبت او به من سوال های خصوصی داد. مثلا کی مرا مجبور کرد روسری پوشم و اگر به مسکو بروم مناسبت والدینی که فرزندانشون از دست تروریستان هلاک شده اند چگونه می شود؟ родители убиты от рук террористов.
به نقل سیل رهبرش حتی پیشنهاد کرد که او دیگر حجاب نپوشد و گویا پس از گرفتن جوابی رد در ماه نوامبر سال 2016 متخصص پیشبری شعبه بین‌المللی شهرداری بیشکک را از وظیفه سبک دوش کردند. این زن از بالای شهرداری به دادگاه مراجعه کرد تا او را در کارش برقرار نماید. Это не тот аргумент. А то, что она использует. Якумин ки уро на барои ҳиҷоб пӯшаш аз кор рондан. У барои дифои худ далелҳои зиёдро пеш меорад ва ин ҳаққи ӯст. Ҳар чизе мехоҳад бигзор бигӯяд. Танҳо ҳаминро метавонам бигӯям ки ӯ талош дорад худро ҳимоя кунад. با گفته رهبری دستگاه این زن را برای ناعهده‌برایی‌اش سبکدوش نمودند زیرا شکایت‌ها در نسبت کارش زیاد بود. این برای نخستین بار است که در قرغیزستان یک زن به خاطر ایجاد محدودیت در پوشش روسری از بالای کاردهنده‌اش به دادگاه شکایت میبرد. حامیان حقوق میگویند اکثر زنان حجاب پوش کارگاه را خاموشانه ترک میکنند. سازمان ما مدت 15 سال میشود که با مشکل حجاب سر و کار دارد. شروع از ماه می تا سپتامبر بحث ها با وزارت معارف آغاز میگردد و دختران در دانشگاه ها و مکاتب پوشیدن حجاب را اجازه نمیدهند. در مکاتب میانه و عالی قرغیزستان رسما پوشیدن حجاب منع نشده است، ولی در بعضی مؤسسه ها احیانا چنین محدودیت به نظر می رسد. این گونه حالت ها در الهیدگی حل می شوند. اما در نسبت قضیه سیل مدنبک و دادگاه دعوایش را قسما قانع کرد. در قرار از کار خارج نمودنی بعضی خلافکاری ها معین کرده شد و دادگاه شهرداری را موظف کرد که به سابق کارمندش جبران پولی پرداخت کند. سیل مدنبک را در وظیفه برقرار نکردند، زیرا شهرداری گفته است مهلت قرارداد کاری او هم انجام یافته بود. خبر دیگر ما نیز مربوط به حجاب پوشی است. مسلمان های شهر پورتلند ایالات متحده آمریکا برای اویله دو مرد که روز 26 می هنگام حمایت دختران مسلمان از یک حملگر جان خود را از دست دادند مبلغ جمع آوری میکنند. گفته می شود حضور دو دختر نور است که یکی اش حجاب پوشیده بود در زمینه بدبینی مذهبی صورت گرفت. با گفته امام مرکز جامعه مسلمان های پورتلند سامانه خیریه که برای جمع آوری مبلغ به خانواده دو قربانی و جبردیده ها بود شد، تنها در ساعت های اول 50,000 دلار دریافت کرد. پلیس جرمی جوزف کریستیان یک مرد 35 ساله را به کشتاری دو مرد متهم کرده است. کریستیان در شبکه اجتماعی عکس و شرحهایی را نشر می کرد که به عقاید فاشیستی نزدیک بود و زورآوری سیاسی را تلقین می نمود. حادثه در قطاری بین شهری در حال رخ داد که جرمی کریستیان با تحقیر قومی و مذهبی به سر دو دختر نورس فریاد کشید. دو مردی که میخواستند از دخترها حمایت کنند با ضرب کارد کشته شدند. به گفته سرجنت پلیس پیت سیمپسون حملگر از نفرت و کلام مغرضانه کار گرفته است. نخستین ظهور جرمی کریستیان در دادگاه 30 می صورت میگیرد. و یک خبر ورزشی نیز داریم. کامران شای استوپیریان پهلوانی معروف توجیک در مسابقه قهرمانی جودوی آسیو در هنگ کنگ مدال طلایی را به دست آورد. او روز 27 می در قوا آزمایی نهایی در وزن زیر 90 کیلو بر اسلام بوزبویف از قزاقستان پیروز شد و به عنوان قهرمانی دست یافت. این پهلوانی توجیک بعد دو پیروزی در دوره‌های مقدماتی بر الدیکان غنم که تحت پرچم فدراسیون بین‌المللی جودو به میدان آمد و محمد کریم خورامف از ازبکستان و بعد دور نیمه نهایی را یافته و ورزشگر از ژاپن را مغلوب کرد. در مسابقه قهرمانی جودوی آسیو در هنگ کنگ همگی 244 ورزشگر از 28 کشور شرکت دارد. به هیئت منتخب تاجیکستان 7 کشتیگیر داخل است. با امید خبرهای خوش نشر نوبتی برنامه را انجام می دهیم. اما شما می توانید اخبار تازه را از سامانه ما www.azadi.org دریافت نمایید. صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه اجتماعی نیز دسترس است. آزادی ویدیو یوتیوب نیز برای شما. سپاسگزاریم که با ما بودید و خدا نگهداری هر یک شما.